بود نبود بودگار بود، زمین نبود شد یار بود، یک مردکی با کار بود، به کار کردن تیار بود، به خوردن بیمار بود، زاخر و بهی فریب کار بود، از پک ها قطار بود، فصل فصل بهار بود، جیکو جیکو جیک، مرغکان بسیار بسیار بود. مثل و مثل. پهلوان ترسو. روزی روزگاری بود که جوانهایی تا پاسی از شب بیدار می ماندند و از هر دری می گفتند و می شنیدند. گپ ها که زیاد می شد و دنبال آن کارهایی هم می کردند که آنها را بعضن گرفتار می کرد و گاهی به زحمت هم می انداخت. در میان جوانها کاکه ها و جاهل هایی هم بودند که دوست داشتن کارهای پهلوانان را بکنند، از آن کارهای بزرگ و ترسناک که هیچ کس جرأت آن را نمی کرد و به آن نزدیک هم نمی شد. در یکی از شبهای زمستان که از ماه هم در آسمان خبری نبود، جاهلی گفت: کی می خواهد همراه ما به قبرستان برود؟ یکی گفت: برای چی برویم قبرستان؟ آن هم در این وقت شب؟ مگر در قبرستان کدام خبر شده؟ جاهل گفت: خبری نشده. میخواهم بگویم که دل شیر میخواهد که کسی در این وقت شب به قبرستان برود. آن یکی گفت: قبرستان رفتن که چیزی نیست. اگر کسی بتواند در این وقت شب به قبرستان برود و کار بکند، دل شیر دارد. چی کار کند؟ مثلا یک میخ به زمین غسالخانه بکوبد و برگردد. جاهل دستی به بروتهایش زد و گفت: من این کار را میکنم. دیگری گفت: نمیترسی؟ گفت: از چی بترسم؟ من و ترس؟ حالا برایم یک میخ بیاورین. یکی به خانه رفت و میخی آورد و به جاهل داد. مرد جاهل میخ را گرفت و سنگی هم از روی زمین برداشت و به طرف قبرستان براه افتاد. او رفت و دوستانش هم در چند قدمی او در پیش رفتند. آنها در شب بی مهتاب رفتند تا به قبرستان رسیدند. پایشان که به نزدیک اولین قبرها رسید ایستادند. جاهل نگاهی به دوستانش که پشت سر او ایستاده بودند انداخت و گفت: منتظر باشید، در یک چشم برهم زدن برمیگردم. بعد آرام آرام وارد قبرستان شد و کم کم از برابر چشمان دوستانش دور شد. جاهل در حالی که صدای نفس کشیدنهای خودش را هم میشنید، از میان قبرها و سنگهای کوچک و کلان گذشت تا پیش دروازه غسالخانه رسید. در غسالخانه به جز یک تابوت چوبی کهنه که همیشه آن گوشه افتاده بود، چیز دیگری دیده نمی‌شد. جاهل برای آن که زود کارش را به اتمام برساند، همانجا پیش دروازه غسالخانه روی زمین نشست و مشغول کوبیدن میخ به زمین شد. از آن جایی که هوا تاریک بود و همه چیز به خوبی دیده نمی شد، دامن لباس جاهل زیر میخ افتاد و لباس خود را با میخ به زمین چسبان. کارش که تمام شد، احساس کرد کسی لباس او را گرفته. خیال کرد یکی از دوستانش به دنبال او آمده و شوخی می کند. این بود که گفت: ایلا کن. ولی خوب که نگاه کرد، کسی را در اطراف خودش ندید. ناگهان بادی وزید و چند برگ خشک را و در و دروازه غسالخانه زد. در این وقت بود که جاهل ترسید و فریادی کشید و بیهوش شد.
از آن طرف دوستانش هم که باید به کمک او می آمدن همگی گریختند و رفتند. صبح فردا خبر در شهر شب به این قبرستان چی گفت بودن؟ چی گفت بود؟ سر قبران؟ چی میگی؟ دیشب در قبرستان خبرهای خرد و کلان به سوی قبرستان سرازیر. وقتی به آنجا رسیدن جوانی را دیدن که پیش دروازه غسالخانه روی زمین افتاده، خواستند کمک کنند و او را از روی زمین بردارند. دیدند دامن لباس بلندش با میخ به زمین چسبیده. یکی از دوستانش که شب پیش او را تشویق کرده بود به قبرستان برود خندید و با صدای بلند گفت: نگاه کنین این رفیق ما چی کار کرده، میخ بالای دامن خود کوبیده. اگر کسی کاری بیهوده‌ای بکند که خود را به زحمت بیاندازد، این ضرب المثل حکایت حال اوست.